نوع دیگری از توجه رو جامعه باید به این آدم ها داشته باشه، ولی خب در جامعه ما متاسفانه یکی از قطعی ترین و خشن ترین نوع ارزیابی جسم دیگه. ما تصویر بدنهای پیر رو نمیبینیم زیاد در رسانه ها، تصویر واقعیش رو نمیبینیم. نیاز داریم که به نظرم یه کمپین داشته باشیم که آدم ها بتونن آنگونه که یک سالمند هست باشن، آنگونه که طبیعت زندگیه، آنگونه که واقعیت زندگیه. انقدر این در واقع ترس زیاد شده که رسیده به در واقع دوران نوجوانی ترس از سالمندی. فروشگاه والمارت یه خط تولید محصولات مراقبت از پوست را انداخته که مخاطبش و اون جایی که باید بخرن دختران 8 تا 12 سالن. به یه لحظه به این فاجعه نگاه کنید که یه فروشگاه بزرگ داره محصولی تولید میکنه که دختری 8 ساله نگران چروک‌های آینده است و داره اینها رو مصرف میکنه. چقدر دردناکه. آدم‌ها قدیم اینطور نبودن. میدونی از یه جایی ما این جسم رو و تعریف اون از این جسم رو انقدر خشونت‌بار کردیم. دانشگاه کالیفرنیا سوشان یه تحقیق انجام داده در مورد تغییر قوای ذهنی آدم‌ها در کهنسالی. خب خیلی چیزا رو از دست میدیم. این یه واقعیت رو باید بهش اذعان کنیم. علی نکته اینه که خیلی چیزا به دست میاریم. این پژوهش واقع بینیش اینجاست که میگه حافظه کلمه به کلمه آدم ها کم میشه، در واقع اونجایی که بتونیم محتویات یه لیست رو به یاد بیاریم کامل، اما حافظه دیگری افزایش پیدا میکنه و اون حافظه جان کلامه. حافظه جان کلام یعنی قدرت درامیختن و دستبندی کردن مسائل مختلف با هم دیگه. دو تا چیز من خدمت میگم. یه جمله هی داشتم فکر میکردم از جمله‌ای که تو فضای مجازی هست، متاسفانه عینش یادم نیامد، ولی خب از این جمله‌های معروف فضای مجازی که خیلی خوبه که میگه که با بالا رفتن سنم دیگه چشمم ضعیف شده و نمیتونم از نزدیک تشخیص بدم، به جایش از 10 کیلومتری آدم ابله که داره میاد تو خوب تشخیصش میدم که اینجوریه. و در تایید این حرف توی کتاب بسیار خواندنی که بارها و بارها هم من هم شما تو برنامه ازش صحبت کردیم، همه دروغ میگویند، ست استیونز دایویدوویتس، نشر گمان، توی شروع کتاب داره میگه که یه بار خانواده دور هم جمع شده بودن و میخواستن برای من یه همسر مناسبی پیدا کنن، زن آیندهمو. میگه هر کسی یه چیزی میگفت، پدرم گفت این زنی که به دردش میخوره اینجوریه، مادرم اینو گفت، نمیدونم برادرم اونو گفت، خواهرم، هر کدومشون هم یک بخشی از وجود من رو داشتن میگفتن، ولی خیلی چیز داره نادیده میگرفتن. مادر بزرگم اومد گفت که زن آیندهش باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، و میگفت که من دیدم چقدر داره درست میگه، عجیبه، چرا مادر بزرگم اینقدر خوب. توی کتاب برمیگرده به این که داده های بیشتری داره درباره اطلاعات و دیتا صحبت میکنه، میگه تجربه مادر بزرگم، دیتا هایی که در طول این سالیان داشت، از من، از آدم هایی که دیده بود، از زندگی هایی که موفق بود، از زندگی های ناموفق، توی این مثلا 80 و خورده سال اینقدر دیده بود که الان میتونست پیش بینی کنه برای یک شخصیتی مثل من چه جور آدمی مناسبه. دقیقاً این معلومه که یادم 80 ساله لزوماً همه حرفهاش قطعاً درست نیست، هیچ آدمی در دنیا هم حرفش درست نیست، ولی درست. این اطلاعات، تجربه، فراز و فرودها، سردی و گرمیها، تجربه ها دیدی میده که این دید میتونه خیلی جاها راهگشا و کاربردی باشه. چقدر جالب گفتین. ما تو تمام کتاباز در واقع یه مفهومی که خیلی در موردش حرف زدیم اون دانش عملی بود، تجربه زیسته بود. در واقع ما خیلی اتکامون به دانش نظری زیاد شده و منابع عظیمی از تجربه زیسته رو که در کهنسالان هست رو عملا بهش توجه نمی‌کنیم، در حالی که خوبه که این دوتا بالانس باشه. دقیقاً. تکیه بر یکی بدون نگاه کردن به دیگری قطعا میتونه مشکل باشه. دقیقاً. همین پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که همکاری دو نیم کره مغز در کهنسالی افزایش پیدا میکنه. برای همین در موردش حرف زدیم دیگه، تو ذهن کامل نو توانایی مهرورزی و ادراک دیگران و درک دیگران و پذیرش دیگران در کهنسالان خیلی بیشتر از جوانانه. یعنی یه حوصله‌ای و یه پذیرشی دارن که به نظر من حاصل
داخل اون خرد زیسته است. باز تو تجربه پرنتینگ و والدگری اینو میبینیم. مثلا پدر مادر خود ما بارها گفتیم که ممکنه آدم‌های سختگیری بوده باشن، کمالگرا بوده باشن و و کلی. اما همین آدما وقتی پدر بزرگ یا مادر بزرگ میشن، اون تجربه زیسته انقدر فربه میشه که میبینیم نوع تعاملشون با نوه‌هاشون بسیار خردمندانه تره. مرتبط بر لذت، بر ارتباط، بر میدونی، این یه چیزیه که یه مخزنی از دانشه که ما به نظرم درهاش رو بستیم. عملاً با انزوای کهنسالان خودمون رو محروم کردیم از اون. بسیاری از آدم ها مهمترین کارهاشون رو در سنین کهنسالی انجام دادن. ما آقای صحت، من فکر میکنم دو تا نکته است که باید بدونیم. یکی مرگاگاهیه که وجه مثبته، ولی تو جامعه ما دوچار مرگزدگی هستیم. مرگزدگی یعنی این که ما اکثر شاید سالمندان اون حس رو دارن که دیگه تمام شده فرصتشون، دیگه آینده برای بچه هاست، ما که عمرمون رو کردیم، میدونی. ولی میخوام بگم جنس دیگری از مواجهه با مرگ اینه که ما بدونیم آره وجود داره و واقعیت داره، ولی ما تا آخرین نفس برای زیستن، حالا با هر کیفیتی، فرصت داریم. و بسیاری از آدم ها کار مهمشون تو اون سن انجام دادن. کانت نقد عقل محض رو که جهان ما به قبل و بعد از این کتاب تقسیم میشه در حدود 60 سالگی نوشته. سوفوکلس ادیپ شهریار رو در 68 سالگی نوشته. پیکاسو تا بعد از 80 سالگی نقاشی میکشید و عالی بود کاراش. حالا نمونه های ایرانی زیادی هم داریم تو این حوزه، مثل رودکی که خیلی عمر کرد و خیلی هم شاهکار بود تا پایان. و سعدی که اصلا خودش میگه دیگه، هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. یعنی تازه 50 سالگی شروع نگارش گلستانه. درسته. یا مولانا هم همین مسیر رو داره دیگه. یعنی میخوام بگم به این مرگ زدگی که در جامعه ما وجود داره، خیلی از توانایی های آدم ها رو بلا استفاده میذاره. آقای شکوری، چند جلسه پیش آقای دکتر صحرائیان، متخصص فوق تخصص مغز و اعصاب، مهمان برنامه کتاب باز بودن و درباره توانایی‌های مغز صحبت می‌کردن و همین صحبت شما که می‌گفتن مغز توانایی‌هاش خیلی میمونه. می‌گفتن که خیلی متداوله تو جامعه ما، خیلی‌ها فکر می‌کنن تمومه در سنین سالخوردگی، ولی می‌گفتن خارج از ایران خیلی‌ها بالای 70 تازه میرن برای آموختن زبان. کلاس‌های زبان پر از افراد سال خورده است که این هم براشون حالا یک سرگرمیه، هم یک چالشیه، هم یک لذتیه و هم یک ورزش ذهنیه. خیلی ها میرن به سفر به جایی که نرفتن و نمیشده و فرصتش نیست. حالا حتی کنجکاون که زبون اونجا رو یاد بگیرن، فرهنگ اونجا رو یاد بگیرن. یعنی میشه که آدم این رو پایان، اینقدر باید زندگی کنیم که وقتی مرگ اومد جز قلعه سوخته براش باقی نمونه. من چند تا ایده جالبم تو تکمیل حرف شما بگم. یه ایده که تو کتاب میگه ایده دانشگاه سومه. در مورد کلونی های حرف میزنه تو دانشگاه ها که افراد سالمند میان اونجا و هر کدوم یه تخصصی دارن که در اوج پختگی دیگه، خب مثلا حسابداری طرف میدونه و شروع میکنه به رایگان برای آدم هایی که نیاز دارن به این تخصص درس میده. در واقع هم داره ازش استفاده میشه، هم از انزوا در میاد، هم کسی که شاید مثلا هزینه یه دانشگاه رسمی نداره میتونه بیاد از یه آدمی حداقل اصول کلی اون تخصص رو یاد بگیره. یه ایده دیگه ایده اینه که فروش خونه توی فرانسه و ایتالیا یه مدلی داره. مدلش اینه که بعضی از آگهی‌ها سن فروشنده رو دارن. مثلا میگه یه خانه در پاریس داره فروش میره، مثلا مال سوزیه که 70 سال است. داستان این سن اینه که اونجا یه چیزی رو دارن که یه آدمی که به سالمندی میرسه میتونه خونش رو بفروشه به شما. شما اگه برای سرمایه گذاری فقط دارید خونه میخرید، پول رو بهش میدید، سند به نام شما زده میشه. اون آدم ولی تا وقتی زنده است تو خونه خودش زندگی میکنه. حالا با این پول میتونه بره سفر، حالا با این پول میتونه در واقع تجربه های زیسته بیشتر داشته باشه. یه خیلی از آدمان که خونه رو برای استفاده نمیخرن، مثلا میخرن 20 سال بمونه که پول کالج بچه
هاشون رو بدن و خونه رو بخرن و اون با تخفیف ویژه و اون آدم هم تو اون خونه باشه. آره آره دقیقا، و تخفیف هم میدن دیگه. این در واقع تو این مدل واگذاری املاک اون خونه چون خونه تو جوانهایی آره. که میخوان بیان توی این خونه خیلی خیلی خوبه، هم برای اون سالمند با اون پول، چون فقرم متاسفانه و هم از تنهایی در میاد، هم آره. یه همزیستی این هم میشه. یا ایده این که مهد کودک ها و خانه سالمند ها با هم یه اشتراکی داشته باشن. به جالبه که اونها خب در خانه سالمند ها خیلی تنهان، تو مهد کودک هم که خب نیاز به نگهداری، با حضور پرستاران حالا جوانتر این ارتباط میتونه هم به بچه ها کمک کنه، هم به سالمند ها، هم کل هزینه ها رو در واقع کاهش بده. ببینید یا خیلی آسد، ما جهان رو برای سالمندان طراحی نمی کنیم. خیلی از آدمایی که سن زیادی دارن اگه من میبینمشون، خب راجع به کتاب مثلا تو خیابون اینا با من حرف میزنن، میگن ما چشممون نمیتونه بخونه. خب چرا مثلا اگه کتابی تولید میشه یه نسخه مخصوص اونهایی که این مشکل دارن تولید نمیشه؟ حالا شاید تعداد صفحاتش زیاد شه، هزینه‌اش بیشتر شه، خب شاید کسی بخواد یه نسخه ویژه کسی باشه که خوندن این در واقع حروف کوچیک براش سخت باشه. خیلی از مراکز تفریحی اصلا رمپی که در واقع یه سالمند بتونه ازش عبور کنه بیاد رو ندارن. من میخوام بگم رمپ که موزل بسیار آره. حالا نه فقط برای سالخورده، برای معلولین که واقعا اصلا آدم باورش نمیشه که نادیده گرفته میشن. همینطور. و انگار سالمندی هم نوعی از معلولیته که کمتر ما راجبش حرف زدیم. جهان ما، شهر ما چقدر برای اونا طراحی شده. آقا صد ما دور میندازیمشون. من نمیگم پیری محدودیت‌های خودشو نداره. من نمیگم دچار زوال نمیشیم. ولی میگم جامعه جوری با سالمندی رفتار میکنه که عملاً اون امکاناتی که برای زیستن داره رو خیلی زود ازشون میگیره. آدم‌ها رو میکشه قبل از اینکه بمیرن. میدونی این یه چیز عجیبیه که تو جامعه و باید راجبش هشدار. این صحبت شد داره ربطی نداره، ولی چون دیدم الان جاشه و شاید دیگه پیش نیاد. من یه دوستی دارم که توی تصادف نخاش آسیب دیده و الان از ویلچر استفاده میکنن. ایشون یه دفعه برای من صحبت میکرد، باورتون نمیشه، از مشکلاتی که میگفت که برای سوار شدن به اتوبوس، برای از پیاده رو رفتن به خیابون یا از خیابون اومدن به پیاده رو، ورود به خروج به مراکز، میگفت هیچ جا این رم آقا ماها احتیاج داریم. میگفت من خیلی وقتا میخوام آبر بانک اینقدر ارتفاعش بالاست که من نمیتونم و باید به قیافه ها نگاه کنم. درست. یه نفریه که به نظرم میاد مطمئنه، کارتمو بهش بدم، رمزمو بهش بگم. بله درسته، که بتونه استفاده از یه چیز ساده بدیهی. یعنی سروش جان، دنیا به طرز بی‌رحمانه‌ای برای جوانان آداپته شده و طراحی شده، در حالی که ساکنان دیگری هم و ما هم در آینده جز اونا خواهیم بود. میدونید تو رسانه ها فقط میگن احترام بزرگتر و فلان، باید بازش کنیم مسئله رو، چه رنج هایی درش وجود داره. من سروش، بحث بعدیم در مورد پیری و جنسیته. من 3 تا خواهر دارم و توی محیط زنونه بزرگ شدم، چون پدرم هم اکثرا به خاطر کارش نبود، با مامانم تو این فضا. اینه که حالا خیلی در واقع آره خیلی ممنون با جهان زنانه و رنجهاش آشنام. در مورد پیر شدن قانون تبعیض آمیزی وجود داره که زنان رنج پیر شدن رو بیشتر حس میکنن. یعنی وقتی یه وحشتی هست بهش میگن وحشت میان سالان از آینه، از یه جایی به بعد خودش رو نشون، که به نظر من الان سنش رسیده به 20 سال که زنان سرزمین ما در آینه حتی دائما دنبال علائمی میگردن که بخواد مثلا پیری رو نشون بده یا بترسن چه کنن، میدونید. و از این ترس سازمان‌های عظیم اقتصادی دارن پول در میارن، از این ترس گسترش یافته. ستاره های کمی هن که با صورت واقعیشون روبروی ما بشینن. میدونی هیچ زن 58 ساله شبیه ویکتوریا بکام نیست. میدونی واقعیت 58 سالگی جور دیگریه. هیچ مرد 58 ساله شبیه تام کروز نمیتونه باشه. این ایدئال هایی که ما ساختیم و همیشه در نسبت با اونها پیریم یا زشتیم باید تغییر کنه. این آدری هپبورن بود که جایی
ازش می‌خواستن عکس بگیرن، مخالف روتوش بود در تمام زندگیش، میگفت عکس واقعی من باید باشه. وقتی گفتن این چروکا رو چیکار کنیم، گفت اینا خیلی ارزش، من این چروکا رو خودم به دست آوردم و اینا تاریخ زندگی منه. و تأکید او برای اینکه تصویری که از من به عنوان یه ستاره ساخته میشه بسیار باید واقعی باشه که کسی بتونه خود واقعیش رو منطبق کنه بر من. میدونی میخوام بگم چطور شما از ریپون گفتین، من اینو عیناً اینو از دهان سالها پیش جناب استاد سیروس ابراهیم زاده شنیدم که میگن چقدر چروک های سال خوردگی زیباست. بله. چقدر این چین هایی که میشینه اینجا اینجا، چرا ما زیبایی اینا رو فراموش میکنیم؟ بله. که اینا عمر تجربه، یعنی همون موی سفید را فلکم رایگان نداده. بله همینطور، اینا تاریخ زندگی ماست و ما اینا رو الان به عنوان دشنام، به عنوان یه عامل، یه چیزی که انقدر طبیعیه و سرنوشت ماست، به عنوان یه چیز غیر طبیعی میشناسیمش. میدونی باید جرأت طبیعی بودن داشته باشیم. باید تو جهان ما خیلی راجع به کودک درون حرف میزنن، به کودک درونت رجوع کن، ولی ما پیرمرد و پیرزنی هم در درونمون داریم، آقا ماشاءالله درون هم داریم که راجبش حرف زدیم. من رفتم یه سفری و خب من در آستانه 34 سالگی هم، خب خیلی چیزا برام داره عوض میشه دیگه. اون آدم شر و شوری که دنبال هیج و اینا نبود، من دوست داشتم بشینم طبیعت رو نگاه کنم. و میخوام بگم اینم بخشی از ماست. اگه دوست ندارید توی جمعی بامزه باشید، بامزه نباشید. اگه حوصله هیجان و سرعت و یه کار عجیب ندارید، نه انجامش ندید. من میخوام در جهانی که تأکید میکنه رو کودک درون و اصالت میده به کودک درون، تأکید کنم روی پیرمرد درون، روی پیرزن درون. اونم بخشی از ماست که به واقعیت ماست و خب شاید کم کم خصلت‌های ما رو در واقع تغییر بده. البته سروش جان، این تغییر اصلا ساده نیست. یعنی این چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم جوانه بذر یک ایده است، میدونی، که کمک کنه بهتر زندگی کنیم. جهان ما به جوانی اصالت میده. در واقع نیو پرتکرارترین کلمه در جهان ماست. اومدن بررسی کردن که کدوم کلمه است که بیش از همه میبینیمش، کلمه جدیده. و این تقریبا از قرن مثلا 19 آرام آرام شروع شده تا همین الان. ولی ما پیرها رو خیلی وقتا، کهنسالان رو، به عنوان نمایندگان سنت‌های مثلا قدیمی و پوسیده می‌بینیم، در حالی که اینطور نیست. بسیاری از آدم‌هایی که نوآورانه‌ترین تغییرات اجتماعی رو در جهان انجام دادن، در کهنسالی چون این کاری کردن. پیرمردی که کم آب مصرف می‌کنه، نه تنها نگهبان گذشته است که پاسدار آینده است. چون برای اون که مهم نیست، پیرزنی که زباله‌ای رو از طبیعت جمع می‌کنه پاسدار آینده است. من نوگراترین ایده ها رو و سرکشانه ترین ایده ها رو در زندگیم در تاریخ فلسفه از آدم‌هایی خوندم که در 50 60 70 80 سالگی بودن. میدونین اگر ما بیایم کل نوآوری رو محدود کنیم به دوره جوانی، یعنی تاریخ اندیشه رو نفهمیدیم. آقا سعد، من در واقع بین دو تعریف دنبال راه سومی تو این برنامه بودم. تعریفی که در واقع میگه از کار افتادن کهنسالان، یا تعریفی که میگه کهنسالان بر همه کاری توانان. هان نه، من میخوام بگم کهنسالان بر همه کاری توانان نیستند. خب بسیاری از ظرفیت‌های جسمی کم میشه، اما زمان اونها، زمان باقی مونده اونها، فرصت بسیار بابرکتیه که باید جدیش بگیرن و از اون تصویر مرگ زدگی که متاسفانه زیاد در جامعه ما فاصله بگیرن. اینکه خرسند باشیم به انسان بودنمون، خرسند باشیم به همین انسان بودن با تمام رنج ها و ضعف های این انسان بودن، و اینکه روی حق بزرگ شدنمون پافشاری کنیم. اونجایی که من راجع به شبکه‌های اجتماعی و این فشار روانی شدید روی آدمو حرف میزنم، در واقع یه اسمم باید داشته باشه، اون حق بزرگ شدن ماست. یعنی چی حق بزرگ؟ حق بزرگ شدن یعنی حق پیر شدن، حق این که چین و چروک داشته باشیم. باز یه مثال بزنم، اون فشاری که راجع به زنان گفتم، در مورد مردان هم گونه دیگش وجود داره. انتظاری که رسانه‌ها از یک مرد میسازن اینی که اون شور و حرارت جوانی رو باید داشته باشه، در حالی که واقعیت‌های بیولوژی ما اینجوری نیست. ما تغییر میکنیم و بدنمون طبیعیه که در واقع تغییر کنه. با انواع و اقسام قرصها و داروها و درمانها سعی میکنیم به انسانی چیزی رو بدیم، یه چیزی رو بدیم که اصلا مال اون سن و اون شرایط نیست. میخوام بگم این حق بزرگ شدنه.
حق بزرگ شدن یعنی اینکه حق تغییراتی که با افزایش سن میکنیم رو به رسمیت بشناسیم و جهان رو برای این تغییرات و برای همه ساکنانش، برای همه شهروندانش در واقع طراحی کنیم. و این هم این کل حرف ما. خیلی خیلی متشکرم. مرسی. سوالم بپرسم؟ بله بله. آره، سوال آخرمون اینه که در واقع چه سالمندی رو، چه کهنسالی رو دیدن که تأثیر عجیبی روشون داشته؟ در تجربه زیستشون کجا مردی یا زنی کهنسال رو دیدن که چیز عجیبی ازش یاد گرفتن، یا در سبک زندگی او چیز جالبی رو دیدن؟ خوندن اینا میتونه به ما نیرو رو بده و اینکه ما از پیری نترسیم. آقای دکتر، هر وقت که من برای سوالای شما جواب ندارم میگین که تو هم جواب بده. هر وقت جوابش مثل همین الان حاضر آماده تمام شده تو مجتمع از من سوال بفرمایید. بفرمایید. من توی جمع دوستان هر وقت میام یه حکمتی، یه پندی، یه آموزه‌ای بگم، همه میگن بازم مادر بزرگه. آخه آره، من یه مادر بزرگی داشتم که هنوزم دارم، تو این دنیا نیست ولی خب من دارم. باشه، خدا رحمتشون. خیلی ممنونم و فکر میکنم اصلا نگاهی که دارم به زندگی، فارغ از این که درسته یا غلط، خوبه یا بده، و هرچی میگذره عجیبه که بیشتر یادم میاد که چه جوری به دنیا و به زندگی نگاه میکرد و چه جوری منتقل میشه بگید کرد. ازش کمی، از اون نگاهش به دنیا، از چیزی که خیلی توش ستایش میکنید الان که نگاهش میکنید. نه نمیشه بگم، چون میدونین چون اینقدر زیاده که یه بخشیش میشه یه بخش خیلی کوچیک. ولی آدمی بود که زندگی کرد، اتفاقا تنها هم زندگی میکرد، زندگی رو دوست داشت تا آخرین روز زندگیش بدون کمک بقیه، خیلی با اقتدار و با خوشحالی زندگی کرد و هرچی که میگذاشتم احساس میکردم از مرگ کمتر واهمه داره. تا روز آخر میخوند، کار میکرد، خونهش رو تمیز میکرد، مراقب ورزش میکرد، خیلی سای دیگه، ولی اینا اصلا سای مهمی نیست. مهم نگاهش به زندگی بود که انگار از زندگی لذت میبرد بدون اینکه طلب کار زندگی باشه. چقدر خوب، چقدر خوب و چقدر خوب که یه آدمی اینطور با شکوه زندگی کرده که در زندگی شما اینقدر پژواک آره و همه ما یاد گرفتیم. من آموزه‌هاش یادم بمونه، روم تاثیر بذاره و امیدوارم ما هم سالمندی داشته باشیم که کسی بتونه ازش حرف بزنه. آره آره، امیدوارم. خیلی باشی. خیلی مرسی از شما. خیلی ممنونم. ممنون و خدا نگهدارتون. تا نگهدار.